پیمان رعوفی روانشناس بالینی هستم با برنامه دیگر از سری برنامه های هنر فرزند پروری در حضور شما عزیزان ما در رسانه آینه تلاش می کنیم با کمک سه زل مسلس سلامتی رسانه ها مؤسسات غیر انتفاعی و شما مردمان خوب بتونیم آموزش، آگاهی و پیشگیری رو انجام بدیم. در این سری برنامه های هنر فرزندپروری هم هدف ما این هستش که به شما پدر و مادران عزیز راهکارهایی رو برسونیم و یاد بدیم که چگونه بتونیم همراه فرزندان خودمون در عین اینکه اونها شاد و پر انرژی دارن بزرگ میشن بتونن آینده موفق و سالم رو هم در پی داشته باشن. در کنار من امروز در استودیو همکار بسیار خوبم خانم دکتر نیکول جعفری همراه ما هستن خانم دکتر به شما خیر مقدم میگم خوش آمدید خیلی ممنونم خوشحالم که یه بار دیگه در کنار شما و در جوار بینندگان برنامه, برنامه هنر فرزان پروری هستم بله خانم دکتر نیکول جعفری که البته شما دوستان با ایشون آشنا هستید در این برنامه اما یک مقدمه کوتاهی از ایشون خدمتون بگم که معلف کتاب های بسیاری هستند در زمینه روانشناسی و روانشناسی کودک و نوجوان و یکی از کتاب هاشون هم در دانشگاه تدریس میشه به نام Child and Adolescent Development که به فارسی هم ترجمه شده این کتاب خانم دکتر دکترای آموزش دارند و در حال حاضر هم در دانشگاه شیکاگو تدریس میکنند که دانشجویان بسیاری رو سالهاست که در دانشگاه‌های مختلف آموزش دادن و امروز این دانشجویان سابق ایشون خودشون در این فیلد دارن فعالیت میکنن. کتاب دیگری هم به نام کتاب روایت درمانی از خانم دکتر هستش که این کتاب رو هم به شما بسیار پیشنهاد میکنم و خانم دکتر امروز بریم به سراغ دوران مدرسه <applause> کودک نوپایی که حالا وارد دوره مدرسه شده میخواد پا به دبستان بگذاره یا اینجا اصطلاحا میگیم الیمنتری سکول و دوران میان کودکی بفرمایید ببینیم که این ویژگی های این دوران چه هست؟ اتفاقا این گروسنی خیلی جالبیه از چند چن... به در به چند دلیل این ام. لغت جالب و من همیشه استفاده میکنم وقتی نمیخوام بار منفی و مثبت بدم که یه مقدار بریم تو فکر کنیم خب جالب یعنی چی حالا چرا جالبه به خاطر اینه که این گروه سنی یه دفعه پدر مادر احساس میکنن یه نفس راحت میشونن بکشن دیگه یعنی از صبح میتوننش مدرسه بعد از هم برش میدارن و به کاراشو میرسن و دیگه مثل گروه سنی مهد کودک قبلی و نوپایی اونقدر دنبالش مجموع نیستن بودن ولی قبل از که این نفس راحت به اتمام برسه و عمیق تر بشه یه دفعه متوجه میشن که چالش های خودشو داره این گروه سنی به خاطر اینکه خب اینجوری که تحقیقات نشون میده بچه ها قبل از که به میان کودکی یا همون سن مدرسه برسن دو سوم وقتشون رو به خانواده میگذارون دارن <applause> حتی اونایی هم که مهد کودک میرن مهد کودک یک به صراح میگن کانتینویشن یه امتدادی از, از خانه همون محبت همون بازیاس حالا با شخص دیگه مربی مهد کودک اما خیلی باید... ساختار ویژه ای نداره که متفاوت نباید باشه نباید داشته باشه نباید داشته باشه ولی ازادتر, آزادتر باشه توی خیلی اتفاقا مهمه که خانه و, خانه و مهد کودک شبیه باشه شبیه باشه روی خط مشتشون یکی باشه اینا میگه دلالی میشه که خانواده ها حتما خوب نگاه کنن ببینن مهد کودک چه چیزایی داره آیا مثلا آکادمیک اورینتد آیا بازی اورینتد یعنی جهت آموزشش چیه ولی خب و اونو رو انتخاب بکن که به خط مش خانوادگی خودشون میخوره اما وقتی وارد مدرسه میشن دیگه حالا فرزندشون دو سوم از وقتش رو با دیگرون میگذرونه مم. یک سومش رو توی خونه و تازه اون یک سومم که من میدونم این مسئله به ایران هم به اصطلاح سرایت کرده اون یک سومش هم فقط از این کلاس به اون کلاس و کلاس های تقریتی کلاس های ورزشی کلاس های متفاوتی که بچه ها در طول هفته yeah. بعد از ساعت های مدرسه دارن از اون کلاس ها استفاده yeah. یعنی اون وان آن وان تایم اون زمانی که واقعا والد میتونسته بشینه باش صحبتی بکنه در صرافت باشه اینا خیلی کم میشه اینایی که چالشاش میشه حالا به این نکته که اشاره کردید من خودم با بچه های خودم این تجربه دارم یه مقداری اون یک،, یک به یک ارتباطی مم. که هست بیشتر به قول فرماش شما تو ماشین داره اتفاق میفته <applause> چون ما حالا بچه ها رو که میبریم مدرسه بعد که برشون میداریم یا کلاس های متفاوت که داریم میبریم توی ماشین توی اون مسیری که داریم و میریم و میایم یه کپچرد آدینسی داریم مم. که اونجا میتونیم باشون صحبت بکنیم و یه مقداری مسائل رو بررسی بکنیم خب در این میان کودکی بچه ها که به مدرسه میرن یه تعدادی از همسر و سالان خودشون رو میبینن شاید اونجا یه مقداری معاشرت کردن دوست پیدا کردن گفتمان های کمی هم معنادار تر شدن اینها در این دوره اتفاق میفته در حالی که در مهد کودک و کودکستان ما حتی خیلی از بازی ها رو به صورت موازی می دیدیم که هر کسی ممکنه برای خودش یه سرگرمی داره داره بازی میکنه حالا یه جایی ممکنه یه بازی های گروهی هم توسط مربیان اتفاق بیفته ولی در سنین میان کودکی و دبستان یه مقدار این ارتباط ها میبینیم یه خورده قوی تر میشه دوستی ها داره شکل میگیره و اونجاست که شاید این معاشرت یا مهارت های معاشرت معنادارتر میشه این رو چگونه شما میبینید؟ بله و بل این هم دلیل داره و به خاطر اینکه تمام بیشتر تمرکزشون میره روی به بسرا... رقابت کردن با بچه های دیگه توی مدرسه بخواد که این گروه سنی به طبق تحقیقات سوزن هارت که روی حرمت نفس و روی اینه که حرمت نفس تو این گروه سنی اصلش از کجا میاد تحقیقات ایشون نشون دادش که حرمت نفس یا همون ارزش خود ارزشی که خود شخص رو خودش میذاره نه دیگرون از اکادمیک ساکسس میاد یعنی واسه این گروه سنی اینه که توی مدرسه از نظر درسی بالا باشن و مورد تمجید معلم باشن تو خونه هم خب ما میدونیم دیگه همیشه روی نمره بچه بیشتر تمرکز میکنیم نه روی تلاشی که کرده و به همین دلیل اکادمیک ساکسس یعنی موفقیت تحصیلی که اونم بر اساس نمره تعیین میشه و اینی که معلم چقدر دوستش داره بچه های دیگه چجوری بهش نگاه میکنن براش میشه اولین محور حرمت نفسش <موسیقی> که توی سنین دیگه مثلا توی سن تینیجری این چیز میشه تغییر <تصفح> پیدا میکنه به سوشالیزیشن میشه یعنی تینیجرایی که تو دبیرستان حالا تو آمریکا میگن جز پاپولار گروه هستن مورد علاقه و محبوب هستن اون میشه حرمت نفسشون ولی م... تو این گروه سنی جوری که تو مدرسه دارن پرفارم میکنن فعالیت میکنن و بعد هم یه دلیل دیگه بزرگش که حالا میتونیم راجع صحبت میکنیم اینه که بیشتر تمرکز رشتی این گروه سنی میان کودکی روی مغزشونه چون نظر جسمانی دیگه اون رشد سریعی رو که مهد کودکی ها داشتن و قبل از اونها هم نوپاها بخواد که خیلی جالبه که ما نوزاد که به دنیا میاد در سال اول زندگیش برابر کرده وزنشو و این همینجور تصاعدی میره بالا و تو مهد کودک این رشد تصاعدی نیست اما همینجور سال به سال میره بالا تا توی این گروه که میشه جسمانی یه خورده سلو میکنه و چرا تمرکز فقط میره روی رشد مغز یعنی بیشترین اینا رشد رو شروع میکنن روی مغزشون و کاربرد مغزش رو و, و سلول ها و اینا که منجر میشه به چی رفتارهای اجتماعی خب شما اشاره کردید به یه مقداری خب به هر حال طبیعتا وارد یک محیط اصطلاحا اکادمیک یا تحصیلی شدند اونجا بچه ها نمره براشون اهمیت پیدا میکنه به نوعی یک امتحان گرفتن امتحان دادن و اینی که چگونه در گروه همسن و سالان خودشون ممکنه نمره بهتری بگیرن و یا مورد تمجید و تشویق قرار بگیرن زمانی که ما مدرسه می رفتیم کارت صدافرین و اینجور چیزا بهمون همون می دادن و چقدر هم این معنا و مفهوم بزرگی داشت و خب اینجا هم باز توی مدارس من این رو می بینم که ممکنه یه استیکر یا برچسبی بهشون داده میشه و دانش آموز هفته دانش آموز ماه و اینها می بینیم که کاملا داره تشویق میکنه اونها رو بر اینکه یک سری کارهای رقابتی اتفاق بیفته و بتونن خودشون رو نشون بدن خودشون رو شکوفا بکنن و بعد این تشویق هایی که از سمت معلمین مدرسه و یا بعضا پدر و مادرها داره براشون اتفاق میفته اون بهتر کار کردن بیشتر کار کردن نمره بهتر گرفتن رو در اونها تشویق میکنه اما مشکل اینجاست که چون بارها و بارها صحبت از سیستم های آموزشی شده که آیا این نمره و نمره دادن کار درستی هست که حالا این رو حتما ما توی این بخش در, در این گفتگوهامون صحبتش رو خواهیم کرد ولی من گذاشتم یه خورده پیش بریم خب در این حرمت به نفسی که شما فرمودید آیا عوامل دیگری هم میتونه تاثیر داشته باشه فرض کنید مثلا قیافه هیکل قد لباس پوشیدن بچه های دوره دبستان خب اگه این سوالو رو 20 سال پیش از من میکردید میگفتم نباید داشته باشه ولی م. امروز بچه ها به خاطر دسترسی بیش از حدشون به رسانه ها و موبایل و گوشی و این آیپد و اینا مسیر فکریشون اصلا عوض شده یعنی توی این سن هنوز اینا به سن بلوغ نرسیدن اما از نظر رفتاری شروع میکنن علائم بلوغ نشون دادن ازم. یعنی رسیدگی به خود ساعت ها یا مثلا یه وقت بذارن جلو آینه که چرا میخوام برم مدرسه حالا توی آمریکا به خاطر که دختر پسر بیشتر مدارس دختر پسر هستن میتونیم بفهمیم اما توی مدارس پسر اونو هم میبینیم که حالا پسر رو با هم رقابت دارن میخوان خوشتیب ترین باشن مثلا بیشتر بهترین هرکات رو داشته باشن اون توی ایران هم خیلی مد شده الان اما اقسام چی میگم مدل مو برای پسر و همه میخوان جلو باشن خود اینا در واقع اون وقت چیکار میکنه از اون تمرکز اینا که باید روی حرمت نفس باشه مم. میگیره چون حرمت نفس چند بودیه ولی هیچ بودش در مورد قیافه با چه شکلی و دیگر اون منو چجوری دوست دارن نیست حرمت نفس چون که یک مثلا ارزیاب خود ارزیابی هستش که من باید توی زندگی خودم رو جایی ببینم که به خودم نمره بدم در و در واقع ارزیابیش هم نیومریکاله یعنی نمرهیه شما بین صفر تا ده میتونی هر کسی به امروز بین صفر تا ده چه عددی احساس حرمت نفس تو کجاست میتونه پنج بده هفت بده ده بده یا صفر بده این گروه سنی حرمت نفسش از کجا میاد از اینکه مورد تمجیر قرار بگیره نه ولی فقط برای تملق مورد تمجیر قرار بگیره یعنی که کاری انجام داده اون وقت اونو بس میکنه به یکی از بودهای حرمت نفس اون بود حرمت نفس چیه سیگنیفیکنس یعنی تاثیر من روی افراد نه تاثیر من رو تاثیر من روی هفته بس در بچه پسر یا دختر 7 ساله هشت ساله ای که نگاه میکنه میبینه تاثیرش رو خانوادهش اینه که خوشحال شدن با اینه که مثلا نمره خوب گرفته بچه خوبی بوده اون تاثیر رو به خودش میگیره وقت اگر نتونه اون تاثیر رو بذاره حرمت نفسش میاد پایین که ربطی به قیافه و بهترین لباس رو برای بچه تهیه کنه یعنی منظور اینه که والدین باید روی مثلا خود بچه که چه مهارت هایی رو از خودش نشون بده که احساس خوبی بهش دست بده و ببینه که کاری که اون میکنه رو دیگر اونم اثر میذاره حرمت نفسش رو ببرم بالا و یعنی بهترین لباس ها بهترین مدل نمی دونم بهترین موبایل ها و وسایل الکترونیکی نه اونا رو حالشون رو خوب میکنه نه به آیندهشون مربوط میشه روی این مسئله بالای روی این بود بعد حرمت نفس باید کودک دبستانی بر دیگران بر دیگران دقیقا که خودش هم قبول داشته باشه اینو وقت ما رو میاره به این نکته که والدین خیلی تمجید میکنن بچه رو امروزه اما نمیگن برای چی تمجید میکنن خیلی من میبینم که مثلا والد میگه خیلی تو زرنگی خیلی باهوشی خیلی اینی خیلی آنی ولی تا بچه خودش این پیام و حس نکنه کاری نمیکنه چرا برای اینکه فوق و فوقش میگه میگه تو مامانم این تو با مامانم باید اینجوری به من بگی امه. اما اگه دوستش توی مدرسه امه. برگرده بهش بگه تو چقدر باهوشی دیگه تموم اون محفرش ساخته شده چرا واقعا دو سوم این اینفلوئنس و نفوذش رو داره از اونها میگیره از مدرسه و دوستان مدرسه خب چه موضوعاتی میتونه باشه که این کودک دوران دبستان بر دیگران تأثیر گذاری داره چیزی که من فکر میکنم شاید مثلا فرض کنید حالا رهبری و لیدرشپ باشه شاید بازی کردن در یک تیم ورزشی باشه و اون پرفورمنس یا کارایی خودش رو اونجا توی تیم ورزشی نشون دادن باشه که تیم داره برنده میشه به خاطر اینکه اون دوتا گل زده هم. اون تونسته یه،, یه،, پاس خوبی بده مثلا با توپش های... چه گذاری هایی رو داریم تشویق میکنیم یا میتونیم ببینیم همه اینا میتونه تأثیر بشه به شرطی که خود هم باور کنه هم. اما اگه واقعا بخوایم نگاه بکنیم تاثیرگذاری که باهاش میمونه و اصالت داره و اصلا انسان دنبالش هست تأثیر که ما بتونیم به چشم ببینیم نه که دوتا دو گل زدیم مثلا تو این دوره بچه ها بتونن تجربه پیدا بکنن که چیکار بکنن کارای داوطلبانه بکنن کارای مثمر ثمری برای دیگری بکنن چرا چه احساس بهش دست میده که ببین من دارم یه تق... زندگی کسی دیگه رو تغییر میدم اونایی دیگه هم مهمه درست ما اول صحبتمون شروع کردیم گفتیم نمره خوب بیاره مدرسه ولی اینا همش موقتیه چرا به خاطر به که, که نمره بد بگیره چی میشه تمام اونا مثل بادکنک هم. با... هم. اما برده. وقتی میبینه که داره تو زندگی کس دیگه اثر میذاره بر میگرده اون تاثیر و انعکاسش رو خودشه رو خودش حرمت نفس در واقع میشه گفت عوامل تاثیرگذار که من باعث شدم رو دیگران زمانی که چی من اونو حسش بکنم و بدونم من میتونم این کار همیشه بکنم اه هم. اما اگه یه نمره خوب بگیره و خودشم میدونه به خاطر این که بینی اکسل عمل والد وقتی بچه با نمره بد میاد خونه چیه معمولا ممکنه احساس احساس این بکنن که پدر مادر خوبی نبودن اونها تقصیر کار بودن ممکنه با بچه مقداری خشونت یا عصبانیت داشته باشن او رو هم مسئول بدونن که مسئول کارهاش نبوده کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده شاید یه مقداری اسمش رو بگیم احساس دیسپوینمنت یا ناراحتی از خود و بعد خشم از کودک پس چی؟ یعنی یه چیز تمپوراری و موقته و بچم میدونه که این چیزی نیست که من همیشه بتونم احساس خوبی داشته باشم من اینکه همیشه نمره خوب بگیرم درست یعنی چی شرطی مهم. اما اون چیزی که بچه خودش حس میکنه پس ببخشید این شرطی رو که شما میفرمایید توضیحش این هستش که من تا زمانی خوب هستم که نمره خوب بگیرم دقیقا اگر نمره خوب نگیرم من هم دیگه خوب نیستم دقیقا هل... این اون سلف استیم یا حرمت به که میبره بالا میره پایم. بالا حالا چیکار باید کرد من نمیگم بچه ها باید نمره خوب همیشه بگیرن یا نمره بعدم گرفتن ما تمجید بکنیم بچه باید یاد بگیره که این نمره خوب برای چی داره میگیره برای تمجیده یا برای نشون داده قابلیت خودش تا حد علا اون رو باید یاد بگیره یعنی چی تاثیرش رو خودش و رو زندگی آینده و روی دیگران خب نمره خوب بگیری خوبه تمجید میشی اما واقعا چه معنی داره نمره خوب گرفتن یعنی که تلاش کردی زحمت کشیدی اما اگر که تلاش و زحمتت به جایی نرسیده و اصلا یه روزی تلاش نکردی تو هنوزم میتونی تأثیر باشی این مسئله شرطی کردن توی مخصوصا فرهنگ ما خیلی رایجه اگه منو دوست داشته باشی حرف گوش میکنی درست. منو بارها توی مراجعینم میشنوم بله،, بله که مراجعه من الان مثلا دختر پسر تازه با هم آشنا شدن نامزد کردن و این آقا پسر سیگار میکشه و سر این مسئله با هم مشکل دارن و دختر خانوم میگه که اگه منو دوست داشته باشه سیگار رو میکشه میذاره کنار بله بله بلده. خب این میشه شرطی بوده این در این نمیشه که ایشون سیگار نذاره کنه ولی تنها زمانی سیگار میذاره کنار که بدون اثرش رو خودش و رو رابطش چیه درست. و یا حتی ممکنه جلوی این دختر خانم سیگار نکشه ولی پشت سرش سیگار رو بکشه ولی اینکه خودش هنوز به اون باور درونی نرسیده که من میخوام سیگار نکشم به خاطر خودم و ما اینو در تربیت های به اصطلاح پدر و مادر زیاد میبینیم اگه منو دوست داری غذا تو بخور درست. یا اگه منو دوست داری این کار رو انجام بده به خاطر من این کار رو بکن یا این لغمه غذایی مثلا به خاطر مادر بزرگه باز کن و اینو بخور اینا همه اون فشار آوردن است که به قول فرماشه شما میتونه بچه ها رو شرطی میا. بکنه و در نهایت به این نتیجه برسن که من زمانی انسان خوب یا دوست داشتنی هستم که یه سری کارهایی رو انجام بدم بر طبق نظر دیگران دقیقا که میشه چی انگیزه ی خارجی <applause> که بابش میگیم extrinsic motivation یعنی انگیزه ای که من همه چی شرطیه و به خاطر که یک اکسان خوبیت خوبی تو بگم و هیچ وقت این بر نمیگرده نکاس روی من باشه حالا میدونید با این جمله که گفتید من یاد این مطلب افتادم که چه بسا بسیاری از الکل نوشیدن ها سیگار کشیدن ها <applause> و مواد مخدر <applause> کمک گرفتن از عوامل خارجی است برای احساس آرامش درونی به جای اینکه ما بخوایم به درون خودمون نگاه کنیم من خودم خودم رو چجوری میتونم آرام بکنم خوشحال بکنم غم و قصه هام رو کنار بذارم میرم سراغ یک عامل خارجی به نام مواد مخدر الکل سیگار و چیزایی که اینجوری بتونه اون آرامش رو موقتی برای فرد به وجود بیاره خانم دکتر رسیدیم به میانه برنامه دوستان عزیز با خانم دکتر نیکل جعفری همراه هستیم میریم یک میان برنامه رو با همدیگه تماشا میکنیم بر میگردیم ادامه صحبت هامون رو خواهیم داشت اتفاقا فکر میکنم این بحث حرمت به نفس بسیار مهمه با ما باشید شما به آینه نگاه میکنید برمی گردیم خدمتتون دوستان و مهربانان عزیز دکتر پیمان رعوفی روانشناس بالینی هستم در برنامه قسمت دوم برنامه, برنامه هنر فرزند پروری در حضور شما عزیزان هستیم همراه من خانم دکتر نیکول جعفری در استودیو تشریف دارند که دکترای آموزش دارند مدرس و محقق پژوهشگر و معلف کتابهای بسیاری هستند در زمینه آموزش کودک و نوجوان در نیمه اول برنامه شروع کردیم به بحث دوران میان کودکی و یا دورانی که کودک به دبستان میره، وارد مدرسه و محیط آموزشی میشه. و چالش های جدیدی رو داره در قسمت پایانی نیمه اول صحبتمون به حرمت به نفس رسید و جایی که الان داره حرمت به نفس شکل میگیره در کودک و میتونه در آینده او حتی برای زمانی که به جوانی و میانسالی و بزرگسالی و غیره و غیره میرسه این حرمت به نفس با او همراه باشه خب خانم دکتر ما در برخی از تکنیک های به اصطلاح پروری بحث مقایسه کردن رو زیاد می‌بینیم که پدر و مادرها فرزندانشون رو مقایسه میکنن به این ترتیب که نگاه کن پسر عمود چقدر ورزشکار خوبیه یا دختر خالت مثلا چه نمره های خوبی می‌گیره اصلا اصلا چرا راه دور بریم همین دوست خودت نگاه کن این دوست خودت چقدر خوب لباس می‌پوشه اون لباسی که مادر و پدر بهش میگن رو میپوشه و حرف گوش میکنه این مقایسه کردن رو شما چگونه میبینید که در بچه ها به خصوص حالا گاهی روی بحث درس و نمره اینا اتفاق میفته بله خب اینا روش هایی بوده که ماها یاد گرفتیم برای اینکه بچه رو چه تشویق بکنیم انگیزه بدیم بهش و اینو به صورت برگردونیم به طرف خودمون که با اینی که تو این کار رو نمی کنی منو داری آزار میدی و روی این حساب میکنیم که چون بچه والدش رو دوست داره کار خواهد کرد همچین چیزی خب تا مدتی کار میکنه اما دیگه بعد از اون کار نمیکنه به خاطر اینکه اصلا غیر ممکنه که کار بکنه هر بچه ای با ژن خودش میاد با تمایلات ژنتیک خودش میاد با استعدادهای خودش میاد با انگیزه های خودش میاد بعضی ها بیشتر انگیزه دارن اصلا ما انواع اقسام انگیزه داریم کاش کسی یک برنامه رو اختصاص میدادیم به اینی که چند نوع انگیزه وجود داره و این انگیزه ها هر کدوم از چه وسیله میشه این رو که کرد پرورون و کدوم یکی از انگیزه ها اصلا انگیزه سالم هستن خیلی از بچه ها با انگیزه سالم اصلا حالا یا به دنیا میان یا جنش رو دارن یا یه جورایی محیط بساشون شون اینو فراهم کرده فقط من یه دونش حالا امروز ذکر میکنم انگیزه سالم انگیزه یه که شخص بچه میان سال هر کسی تو هر سنی انگیزه سالم انگیزه یه که ما به خاطر اینه که مهارت خودمون رو ببریم بالا بخوایم کار رو بکنیم یعنی اون کنجکاوی به یادگیری که در ما نهفته شده از روز اول تولدمون نشون میدیم سماجت میکنیم که از صندلی بریم بالا از موب بریم بالا یاد بگیریم که چجوری با مراحل خودمون رو به راه رفتن بکشیم اول چه میدونم میری چهار دست و پا میریم بعد دست رو به مب می اینا همش انگیزه است به خاطر اینکه انگیزه یه که شخص اون بچه میخواد خودش یاد, یاد بگیره, بگیره. نه. نه. کسی بهش گفته بهت قاقالینی میدم راه بیفتی یاد بگیری راه بری نه اصلا میدونه این چیزه اون انگیزه یه پرفورمنس ما بهش میگیم بله خب ببینید آخه یه بحثی هستش که گفته میشه که اصولا انسان اخلاق رو از روی تشویق ها و تنبیه ها یاد میگیره اگر یه کار خوبی بکنه تشویق بشه میگه که این اخلاق خوبیه و من اینو داشته باشم اگر کار بدی بکنه یه کودک دیگه ای رو مثلا کتک بزنه یا هل بده ام. و بعد تو درد سر میفته و تنبیه میشه یاد میگیره که او, او, او این کار بدی بوده و غیر اخلاقی محسوب میشه من این کار دیگه نباید بکنم نظرتون چیه؟ اوکی. اینو که میگیم وایکریس پانشمند و وایکریس ریمفورسمند هستش که من یکی ببینم تنبیه میشه نکنم یکی ببینم تشغیل میشه ممکنه کار بکنه ولی اگه من قابلیتش رو نداشته باشم اونم لحظه یه تمپوری در واقع ببینید چیزی بچه یاد نمیگیره که چرا باید این کار رو بکنه امکان داره بترسه معلم داد زده دیگه اون کار رو نکنه فقط برای اینکه داد سرش نزنم ولی نمیدونه که مثلا اصلا چرا نباید این کار رو بکنم همه اینا کار میکنه اما تنها انگیزه ای که کار میکنه تنها روش انگیزه که ما عشق به یادگیری که در بچه وجود داشت نکشیم اجازه بدیم این پرورش پیدا بکنه به جای اینکه عوامل خارجی رو وارد معامله بکنیم خاطر که شما خودتون فرمودید که بعد اعتقاد بر اینه که اخلاقیات رو ما با تشویق و تنبیه اتفاقا تحقیقاتی که در بیبی بی لب ییل یونیورسیتی انجام دادن برعکس اینا نشون داد که اصلا نوزاد نوزاد شش ماهه نه ماهه اینا رو توی بیبی بی لب اینا کردن که اصلا اینا اخلاقیات رو ترجیح میدن کار درست کردن انجام مگه دوستان دوست داشته باشن میتونن برن توی یوتیوب نگاه کنن baby born with morality? <applause> آیا بچه ها با اخلاقیات به دنیا آمدن؟ حالا میتونیم مثلا این رو مورد سوال قرار بدیم که نه yeah, همه اینجوری به دنیا نمیام پس چجوری میتونی توضیح بدیم آدم رو که جنایت کار میشن آدم رو که بیره میشن اگه همه با اخلاقیات بدم من میتونم جواب بدم که محیط خیلی میتونه روی اثر بزنه اینا رو به راه کج بشونه اما اصولا به کافی ما شواهد داریم هم نوزاد هم نوپا از خودش رفتارهایی رو نشون میده که کار درست و دوست داره و میخواد انجام بده و انگیزه داره که کار درست انجام بده نه برای اینکه دیگران تشویقش میکنه برای اینکه احساس خوبی بهش میده منتها و این مرحله مهد کودک که میاد همه چی چی میشه یک طرفه و سلف سنتر میشه یعنی دیگه همون بچه دو سالی که شیرینیشو با بچه دیگه این کار خیلی انجام دادن توی بیبی لب که مثلا واسه دو تا بچه دو ساله رو نشوندم به یکی شیرینی دو تا دادم به اون یکی هیچی ندادن و هر دوشون زوغ زده میشه اون یه دمه نگاه میکنه میگه بشقابش خالیه نگاه میکنه میگه اون یکی قبل از که اصلا اعتراضی بکنه اون که دو تا داره نگاه میکنه بشقاب اون رو بعد برمیداره یه نمیذاره تو بشقابش حالا سه ساله ها چهار ساله ها پنج ساله ها به جبر طبیعت این عادت رو میذارن کنار نه اینکه تقصیر خودشونه مغزشون یه دفعه چی میشه سلف سنتر میشه centered مرکزش میشه. میشه مربوط به خودش و نیازها و خواسته‌های خودش ایموشنش تیک اوور میکنه یعنی در واقع تمام تصمیماش روی همون قسمت میان مغزشه که میدونید دیگه امگدلا و اون دوروریاش لیمبیک سیستم ولی این هم نرماله و ما باید به همینجور پرورش رو ادامه بدیم که برگرده به اصل خودش یعنی انگیزه درونی داشته باشه برای اینکه احساس خوبی میده وقتی کار درست انجام میدی پاداش تنبیه اینا همه موقتیه و اصلا تئوری اخلاقیات که سه تا لوله و هر لولش هم دو تا استیج اینو کاملا ثابت میکنه که آخرین مرحله اخلاقیات انسان برمیگرده به اصل خودش یعنی چی احساس میکنه که اگر من خوب نباشم ولی خوبم میشه یه گانم صحبت که که خوب یعنی من اگر به خاطر منفعت جامعه و کل بشریت کار درست انجام ندم از خودم تا حد امکان مایه نذارم دنیا اونجوری که باید باشه نیست منتها خیلی کم انسان ها به اون مرحله میرسن و این وسط گم میکنن خودشون رو تا با اونجا برسن که در واقع تئوری کولبرگ میگه که انسان بعد از اون که بالغ میشه ممکنه به مرحله برسه صحبتی که ما داریم میکنیم این که این وسط چرا ما راهمون رو گم کردیم چرا نموندیم رو همه که کار خوب باید انجام بشه برای اینکه به نفع هم است و منم احساس خوبی در این مورد میکنم بله خب یه مقدارم شاید تقصیر همین والدین باشن برای اینکه یه مقداری بیشتر مسئله رو به جای اینکه درونی داشته باشن و نگهدارن بیشتر بیرونیش میکنن رضایت و خوشحالی و لبخند و بهبه و چهچه پدر و مادر رو مم. گرفتن معلم رو گرفتن برای فرزندانشون معنادار میکنن حالا در مورد بحث حرمت به نفس که صحبت می کردیم و شما انجام کارهایی رو که کودک احساس بکنه که تأثیر گذاری داشته چیزی که به نظرم میاد اینه که فرض بفرمایید البته اینو تحقیقات بارها نشون دادن که انسان کلا وقتی در یک کار انسان دوستانه مشارکت میکنه یک رضایت درونی و خوشحالی و حتی ترشح هورمون های خوشحال کننده در مغز اون اتفاق میفته و این یه چیزی نیستش که ما بگیم که این, این, یاد گرفتنی است میشه گفتش که این اتفاق اتوماتیک هست که برای انسان میفته و یکی از پیشنهادات میتونه این باشه که خب پدر مادر در کارهای انسان دوستانه آمل منفعه خیریه که مثلا خودشون دارن انجام میدن فرزندشون رو هم مشارکت بدن براشون توضیح بدن این کاری که ما داریم میکنیم یه همچین تأثیری داره یه همچین کاری میکنه کاری که تو داری میکنی یه همچین تأثیری داره و اون رو بتونن همراهی بکنن خب ما میدونیم که بسیار از بچه ها توی این سنین سراغ سوشال میدیا میرن دستگاه های الکترونیکی میرن نمیدونم یه مقداری با مسائل ماتریالیستیک و مادی بیشتر آشنا میشن که شاید خیلی هم نتونیم جلوی همه اینها رو بگیریم اما چجوری میتونیم بلنس و تعادل رو به وجود بیاریم اونجاست که فرزندانمون رو داریم به سمت کارهای انسان دوستانه کارهای خیر پیش میبریم من یادم چندین بار که یه پروژه رو با جاهای مختلف خود من داشتم که اجرا میکردم فرض کنید کمک رسوندن به بیخانمان ها بود بود. و در یه پروژه ما وسایل بهداشتی جمع می کردیم مثل شامپو صابون نمیدارم چیزهایی که برای هایجین و بهداشت هست و بعد اینا رو کیسه هایی می کردیم و می بردیم به دانتان لس و بین بیخانمان ها پخش می کردیم من حتما اصرار داشتم که فرزندان من تو این پروژه همراه من باشن و چه اونجایی که داریم این کیسه ها رو آماده می کنیم و اونجا که داریم به اون قسمت میریم اگرچه ممکن بود خطرناک هم باشه ولی به هر حال من دوست داشتم که اون مشارکت رو اونها هم داشته باشن و اون حس رو پیدا بکنن که وقتی ما اینو داریم میدیم اون لبخندی که اون میزنه تشکری که اون میکنه و بعد حالا این صابون و شامپو و مسواک و خمیر دندون برای اون انسان میتونه خیلی سلامتی آور باشه فقط یه چیزی نیستش که موقتی خوشحالش کنه بلکه با این میتونه اون سلامتی خودش رو بهداشت خودشو رو رایت بکنه من فکر یه همچین کارهایی بیشتر بتونه به بچه ها کمک بکنه که اون حس درونی خوشحال شدن و رضایت رو پیدا بکنن برای تأثیر گذاری که روی محیط اطراف دارن اتفاقا این عمل اگر که همین از اول دوران فرزند پروری یک عادتی بشه برای فرزند و برای والد ما فقط نمیتونیم بچه رو هل بدیم توی این کارا خودمونم باید باشیم پا به با پاش که رول مدل بکنیم و الگو سازی کنیم بعد بعدا تحقیق نشون داده که تینیجرایی به صلاح سرکش نمیشن و میمونن رو آن حالت به که باید باشن یعنی تینیجر ها بالاخره یک مقدار سرکشی دارن و مهمم، یعنی مهمه برای رشدشون اما که میمونن توی چارچوب تینیجر هستن که تو کارهای آمول منفعه و خیریه شرکت میکنن اما شما نمیتونید سب کنید که بچهتون بشه 15 16 سالش بعد حالا بیاریم وارد این گونه عادت زندگی بکنید اینکه از اول اگر وارد بشه بچه عادت میکنه و اصولا برای حرمت نفس خودش از درون کار میکنه شما اشاره کردید به دوپمین دوپمین چی هورمون پاداشه بله. وقتی شما کاری میکنی که احساس خوبی میکنی دوپامین ترشح میشه بله. بعد چی ترشح میشه سروتونین که هورمون خوشحالیه یعنی این تمام هورمونای خوب ترشح نرمال و طبیعیشو چیکار میکنه پیش میاره تا ما مجبور نشیم دست به الکل و مواد و اینها بکش... بزنیم که بکنه با ما احساس خوبی یعنی مهارت های خوبی رو به صورت های بسیار خوب پسندیده و سالم میتونیم در فرزندانمون نهادینه بکنیم ده. که اگر در آینده هم احساس غم اندوه و یا هر هر چالشی باش پیدا بکنه از اون مهارت ها بتونه بهره بگیره و استفاده بکنه خب ما داریم در مورد معاشرت در بچه ها صحبت می کنیم بچه های دبستانی چقدر اهمیت داره که پدر و مادر سعی بکنن یا فسیلیتیت بکنن امکان پذیر بکنن اینکه فرزندانشون دوست پیدا بکنن و یا دوست داشته باشن من بسیاری از پدر و مادر ها که اعتراضشون بر اینه که فرزند من تنهاست دوستی نداره با دو سه که دوست بوده اونا کنارش گذاشتن و این اتفاق افتاده که خب طبیعتاً این مقداری ممکنه حرمت به نفسش رو پایین بیاره باعث آیسولیشن و احساس کنار گذاشته شدن بکنه نظرتون راجع این مسئله چی؟ این مرحله دوستی یکی از مهمترین عوامل رشد چی هستش فیزیکی شناختی و روحی روانی اجتماعی یعنی حتی تئوریای بزرگ مثل تئوریای اریکسون فروید بهش اشاره کردن که تمرکز بچه تو این سن میفته روی چی دوستیابی دوست پیدا کردن دوست نگه داشتن اما بچه ها تو این سن دوستایی رو پیدا میکنن که باهاشون مثلا موارد مشترک دارن نه اینی که دوست خوبیه مثلا از هر بچه نه سال ده ساله بپرسی با کی دوست, دوست هستی اگه پسر باشه دوسته تا رو میگه چرا با اینا دوستی برای اینکه اینم هم همون ویدیو گیمی رو دوست داره که من دارم خب این خیلی سطحی به یه خب چی چیز دیگه این بچه رو دوست دارید در چه ممکن است اخلاقش با هم نخوره اصلا ارزش های خانوادگی با هم نخوره خانواده ها اصلا با هم جور نباشن در چه بچه شما با این بچه میاد بازی میکنه بدون اینکه چیکار بشه کل خانواده اینجا معاشرت بکنن همدیگر رو بشناسن از دخترها به پرسی هفتش در نفری رو اسم میبرن اونم به خاطر اونم مثل من اینو دوست داره چون دخترها بیشتر اجتماعی هستن که هم خوبه هم بده و اونام هم, هم همین ترتیب نقاط علاقه های مشترکشونه این اونو دوست داره اونو دوست داره پدر مادر رول بسیار بزرگی رو اجرا میکنن راهنمایی کردن بچه دوست پیدا کردن برای اینکه به عهده خود بچه ها بذاری این گونه دوستی ها رو انتخاب میکنن که نه چیزی یاد میگیرن نه چیزی یاد میدن فقط برای چی سپری کردن اوقاتشون این دوستی نیست دوستی اولین قدم ما برای معاشرت های اجتماعیه که پس فردا بتونیم چیکار بکنیم توی دانشگاه چجوری دوست پیدا بکنیم کسی روی که با ما همخانه همراه با ما م... چی داره علاق و اهداف م... مشترک داره و اگر من الان نفهمم چه دوست پیدا بکنم مسلما دیگه توی دانشگاه نمیتونم دوست خوب پیدا کنم اون موقعم دردسر میشه بعدم وقتی که به سن بلوغ میرسن دوستایی که انتخاب میکنم خود شنونده و های بیننده های این برنامه رو دوست دارن به خود نگاه کنن انکاس کنن رو دوستایی که دارن و ببینن که برای چی با این اشخاص دوستن چون نهایتا وقتی ما با کسی وقت گرانبه های خودمون رو میذاریم و اونها وقت گرانبه هاشون رو به ما میدن نهایتا باید چی بشه؟ این معاشرت، این یک ساعتی که با هم بودیم، این دو روزی که با هم بودیم هم باعث بشه که من الویت بشم من بتونم برم بالاتر هم اون بتونه بره بالاتر از چه نظر از نظر مقام انسانی طرز تفکر یادگیری ها آموختنی ها اگر دوستی ها غیر از این برای ما باشه وقت سپری کردنه و میره چشم باز میکنی میبینی شده هفتاد ساله هشتاد ساله و دور برد کوالیتی افرادی که واقعا دوستی های با کیفیتی وجود نداره نیست و اونجا دیگه نمیتونی کاری بکنی این خیلی مهمه ما راهنمایی کنیم کارگردانی بکنیم مخصوصا با دوستایی که خود والد داره الگو سازی بکنه و این خیلی مهمه شما نمیتونی با را... کس... کسانی رفت آمد بکنی که اخلاقهای های اونا رو قبول نداری و یا اونها کارایی میکنن رفتارهای اجتماعی دارن که توی ارزش های شما نمیگنجه اما رفت آمد بکنی بچه شما مورد سوال قرار میده من نمیتونی بهش بگی تو نمیتونی با این بچه رفت آمد بکنی من اینکه خود شما داری رو قوانین خودتون پا میذاری اینا خیلی مسائل عمیقیه که باید بله. رسیدی در همین گروه میان کودکی که بچه ها دوست پیدا میکنن خب پدر و مادرها یه کار بزرگی که میتونن بکنن این هستش که دوستانی رو پیدا بکنن خود پدر مادرها دوستانی رو پیدا بکنن که فرزندانی دارن هم سن و سال فرزند خودشون و وقتی که اون خانواده با اصول فکریشون هم خونی داره و یا اصول حالا باورهای مذهبیشون باورهای ملیشون باورهایی که دارن شباهت هایی داره این رفت آمدها و آمد و معاشرت ها کمک میکنه که فرزندانشون هم با همدیگه دوستی پیدا بکنن و اون همخانی ها بیشتر و بهتر اتفاق بیفته یکی دیگه از مسائل این هستش که در دوران دبستان پدر و مادرها بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن با همدیگه تلفنشون رو بدن به همدیگه همدیگه رو خارج از مدرسه قرار بذارن توی یه پارکی توی برنامه دیگری که فرزندان اینجوری بتونن دوستی های خودشون رو محکم تر بکنن این دوستی فقط مربوط به کلاس درس و اون زنگ تفریح ها نباشه فقط مربوط به گیم بازی کردن های اینترنتی نباشه بلکه رفتارها و کارها و فعالیت های بدنی مثل توپ بازی کردن بسکتبال والیبال فوتبال و چیزهای مختلفی که پیکنیک های خانوادگی میتونه باشه این اتفاقات باعث میشه که بچه ها این دوستیابی و دوست نگهداری رو یاد بگیرن با کمک و حمایتی که پدر و مادر فعال داره براشون میکنه و اینجا اهمیت داره که ما به عنوان پدر و مادر فقط فکر نکنیم اگه من دارم کار میکنم پول در میارم نیازهای اولیه خانواده رو بر، برطرف میکنم و یا مادری که فقط احساس کنه مثلا داره غذا درست میکنه یا خونه رو مرتب نگه میداره کافی است وظایفم رو انجام دادیم ما این گونه وظایف هم داریم که به کودک دوران دبستان کمک بکنیم یاری برسونیم که بتونه دوست و دوستان خوبی پیدا بکنه و جور که خانم دکتر فرمودن این دوستها می میتونن برای آینده بمونن یه عزیز به من میگفت بهترین دوست های انسان دوستانی هستن که از دوران کودکی و نوجوانی با ما هستن و پدر و مادرامون همدیگر رو میشناختند خیلی خیلی مهمه حتی من میخوام یه مسئله خیلی ساده بزنم اگر آرمان های شما نوع فرزند پروریتون استراتژی هایی که برای آموزش به بچه استفاده میکنید با دوستتون و با افرادی که رفت آمد دارید نخونه خیلی مشکل ایجاد میکنه من یه مراجعی دارم که توی خونهشون قانون دارن که بچه ها زیاد نمیتونن رو گوشی و اینا باشن خب مهمونی که میرن خانواده هایی که باشون رفت آمد دارن این قوانین رو ندارن میگه ما میریم بچه من اونجا میشینم اونجا در دیوار رو نگاه میکنه حوصلش سر میره چون بچه های این خانواده ها از دم همه گوشی دستشونه بعد چه اتفاقی میفته میگه بچه من خب یه رو پیچینه میگه 20 دقیقه بعد میاد به من شکایت میکنه آخر سر من مجبورم گوشیمو بدم دستش درست یعنی اینا خیلی مهمه که ما خودمونم دوست باشیم با این والدین ام. که بعد بچه‌هامون بتونن با هم میگه دوست باشن بسیار عالی خانم دکتر نیکل جعفری سپاسگزارم از اینکه در این برنامه هم حضور داشتید و از دانش و تجربه شما بسیار آموختیم دوستان و مهربانان ممنون از شما هم هستیم که به این برنامه توجه می کنید پیشنهادات و نظراتتون رو حتما در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید آدرس ایمیلی که بر روی صفحه هست راه ارتباطی ما با شماست تا درودی دیگر به